و منسجم شما برسم و دوران، امیدوارم که دوران خوبی رو سپری بکنه، چنان که تا الان این آغاز مبارک و خوبی بوده است. اطمینان دارم که این نشست ها و این گفتگوها شما رو بیش از پیش مهیا میکنه برای ارتباط با مردم، ارتباط با جامعه کودکان، نوجوانان که نسل های آینده ما رو در ایران بزرگ تشکیل میدن. موضوعی که امروز قرار شد که من مطرح کنم و دربارش صحبت، درباره مفهوم شهروند خوب و تربیت شهروند خوب هست. بنابراین بدون هیچ توضیحی بحث رو شروع میکنم، تلاش میکنم که زبان این گفتار یه زبان روشنی باشه و اگر احیانا ابهامی در سخنان من بود، خواهش میکنم که یادداشت بفرمایید که این گفتگو که در واقع با گفتار من شروع میشه و با گفتگوی ما ادامه پیدا میکنه بتونه به هدف خودش برسه. من یه موقعی خواسته شد که درباره ارسطو یه مطلبی بنویسم برای یه ماهنامه‌ای و برای منظور یک مراجعه کردم به کتاب سیاست ارسطو و موضوعی که قبلا خونده بودم با یه نگاه جدیدی برای من برجسته شد و اون تعریف انسان خوب و شهروند خوب بود و اینکه اینا هر کدوم چه تعریف هایی داره و چه تفاوت هایی داره و از نقطه نظر کاربردی کدام یک رو باید برای تربیت نسل ها انتخاب کرد. این مقاله بعداً یه مقدار توسعه پیدا کرد در کتاب خرد سیاسی من، به عنوان یک فصل منتشر شد و خود به خود به عنوان یک مسئله که از مسائل مهم جامعه ایران و مورد توجه مربیان هست در فضای مجازی هم مطرح شد و مطالبی پیرامونش گفته شد. یک سخنرانی هم چند ماه پیش در همین به اصطلاح جمع من در بنیاد باران داشتم که این موضوع در جمع کثیری از متفکرین، مسئولین، کارگزاران به اصطلاح حکومت مطرح شد و دعوت به تربیت شهروند خوب از کودکستان تا دانشگاه. چند نکته رو به عنوان مقدمه ذکر میکنم. مقدمه اول این است که مفهوم شهروند خوب مرکب از دو واژه هست، یکی شهروند که مفهوم حقوقی و سیاسی داره و یکی خوب به عنوان مفهومی اخلاقی. و قلمرو این بحث قلمرو فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق. دوم این که در جوامعی مثل ایران که در حال گذار به سمت دموکراسی هست، منظورم جامعه ایران، تربیت شهروندان خوب از ضروریات گذار به دموکراسی و ارتباط برقرار کردن با فرهنگ دموکراتیک، ساختارهای دموکراتیک و دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی مبتنی بر فلسفه دموکراسی هست. این مفهوم شهروند خوب و انسان خوب رو چنان که اشاره کردم، ارسطو
در کتاب سیاست برای اولین بار مطرح میکنه. جالب توجهی که برداشتی که از کتاب سیاست ارسطو در مورد شهروند خوب به دست میاد که حقوق محور هست این شهروند، امروزه هم همین مفهوم اصالت و تعین خودش رو حفظ کرده و دگرگونی زیادی ما مشاهده نمی کنیم. پیشینه تاریخی از یونان باستان شروع میشه، در دوران روشنگری قرن 18 میلادی فیلسوف نام‌آور جهان ایمانوئل کانت این موضوع رو با زبان خودش مطرح میکنه و مقایسه میکنه بین تربیت انسان خوب و تربیت شهروند خوب، کدام رو انتخاب کنیم، کدام اولویت داره، کدام کاربرد و کارایی بیشتری داره. یه تعبیر جالبی داره کانت درباره انسان، در اونجایی که درباره انسان شناسی بحث میکنه میگه انسان یک چوب پرپیچ و خمی هست که ازش چیز درست حسابی نمیشه ساخت، اما میشه او رو تربیت کرد به عنوان شهروند خوب. که این تمثیلی که کانت به کار برده در قرن بیستم عنوان یکی از کتاب‌های آیزیا برلین هست، فیلسوف سیاسی بزرگ اروپا. خب اصلا چرا بحث شهروند خوب باید در ایران مطرح بشه؟ هنوز به شکل گسترده مطرح نشده. اینجا و آنجا بحث‌های تا حالا صورت گرفته. به خاطر اینکه جامعه ایران مسائلش ارتباط وسیعی داره با افراد، با اشخاص، با شهروندان. اگر شهروندان به یک نظام فکری و رفتاری تعریف شده برسن، خود به خود بدنی جامعه به اصطلاح انسجام و پیوند و تشخص فردی اینا رو با هم پیدا میکنه و این قاعده وقتی که درست تعریف و ساخته شد خود به خود روی رأس هرم هم تأثیر میگذاره. پرسش هایی که امروز میخوام مطرح بکنم شامل این موارده: انسان خوب و شهروند خوب چیه و اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ پرسش اول: چرا تربیت شهروند خوب بر انسان خوب اولویت داره؟ پرسش دوم: ویژگی های شهروند خوب چیه؟ به چه کسی میگوییم شهروند خوب؟ مبانی اخلاقی شهروند خوب چیه؟ یعنی شهروند خوب بودن یه باید اخلاقیه. با چه مبانی اخلاقی میتوانیم بحث شهروند خوب رو در جامعه مطرح کنیم؟ و محور پنجم، پرسش پنجم: تربیت شهروند خوب چه پیامدهایی برای گذار به دموکراسی داره؟ ببینید این بحث از اونجا شروع شد که استاد ارسطو، دیدم که در برنامه شما هم چندین نقل قول از ارسطو شده بود و من جرأت پیدا کردم که این بحث فلسفی اجتماعی رو راحت‌تر اینجا در جمع شما مطرح بکنم. بحثی که استاد ارسطو مطرح میکنه، یعنی افلاطون، تربیت انسان خوبه، انسان با فضیلت، انسانی که باید فضائل اخلاقی رو در خودش مجسم بکنه، عینیت ببخشه و رذایل اخلاقی رو از خودش دور بکنه. بعدن البته ارسطو آمد و اخلاق فضیلتگرا عنوانشه. این اخلاق فضیلتگرا رو بعدن آمد و دستبندی دقیقتری ازش کرد ارسطو و راه استاد خودش رو ادامه داد. اما بحث شهروند خوب و انسان خوب و مقایسه اینها با همدیگه و پیشنهاد
تربیت شهروند خوب از ارسطوس. این تفکر انسان خوب و تربیتش تفکر درستی است، یعنی هیچ مخالفتی یا خدای نکرده انادی با فضیلت گرایی ما نداریم که ما بیایم انسان خوب تربیت بکنیم، ولی خیلی سخته که انسان‌ها به تراز و مرتبه‌ای برسن که بتوانیم بگوییم ایشان انسان با فضیلتی است، این خانم یا این آقا انسان با فضیلتی است. فضایل اخلاقی در اون مجسم از رضایل اخلاقی خودش رو پیراسته کرده، بنابراین این میتونه فکرش، تصمیمش، عملش، کردارش اخلاقی باشه. در این باره اختلاف نظری بین یونان باستان و دوره روشنگری وجود نداره که به هر حال تربیت انسان خوب در مدرسه فضیلت‌گرایی کار ساده‌ای نیست و کار بسیار دشواری است. یه نکته ای که در مورد فضیلت‌گرایی و انسان خوب مطرحه اینه که انسان خوب شخصه و فضیلت‌گرایی شخص محوره. ما میگیم این سیاستمدار انسان خوبیه و با فضیلتیه و بنابراین تصمیم او، سخن او و کردار او اخلاقیه. تا زمانی که این شخص هست این فضیلت هم مورد استفاده قرار میگیره، ولی وقتی که شخص از دنیا میره یک انسانی از جمع انسانهای با فضیلت که با سختی زیاد به این مرتبه رسیدن از آمار کاسته میشه، در حالی که مکتبهای دیگر اخلاقی که در ادامه اشاره میکنم برای شهروند خوب شخص محور نیست، در واقع مکتب محور، ساختار محور، و این یک جریانی است که سخت به دست نمیاد و سخت هم ما در واقع او رو از دست نمیدیم و مشکل ساز برای ما نیست. یکی دو تا عبارت میخونم از ارسطو کتاب سیاست، ببینید که چقدر قشنگ شهروند خوب رو معرفی کرده. شهروند کسی است که در شهری، مثلا جامعه سیاسی که مسکن اوست، حق دادرسی و بیان عقیده درباره امور از طریق شوراهای ملی آزاد رو داراست. عبارت دوم، برای آنکه کشوری به صورت کمال مطلوب پدید آید همه افراد باید فضیلت یک شهروند خوب را داشته باشند، ولی محال است که همه ایشان فضیلت یک آدم خوب رو داشته باشن. در این دوتا نقل قولی که ذکر شد شما ببینید موضوع حق احترام، حق آزادی، حق اشتغال، حق سهم داشتن در اداره کشور، حق رسیدن به مناصب و سمت‌ها کاملا به چشم می‌خوره. یعنی شهروند خوب شهروندیست حق محور به معنی رایت و اخلاق محور. این در واقع تصویری است که ارسطو در سیاست به ما میده. بنابراین دایره تربیت انسانها از اینکه مثلا یه جمع محدود و کوچکی انسانهای خوبی بشوند و آموزگار و نمونه بشن برای جامعه گسترش پیدا میکنه و میرسه به سطح تمام مردم که شما میتوانید انسان خوبی باشید. این شهروند خوب
باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه که ما او رو شهروند خوب صدا کنیم و بنامیم. شهروند خوب کسی است که عقل خودش رو به کار میندازه در تصمیم گیری و در عمل. کانت گفته بود که انسان‌ها صغیرند، به سن عقل نرسیدند که جرأت نداشته باشند عقلشون رو و فهمشون رو به کار بگیرن. باید دلیری کنن در این که خرد خودشون رو به کار بگیرن. شهروند خوب از عقل خودش استفاده میکنه و این عقلها نمایشگر کثرت‌گرایی هست، تنوع هست و چند صدایی. شهروند خوب از آنجا که اساساً تربیتش تربیت حق محور و اخلاق محوره، به حقوق بشر و الزامات نظام دموکراتیک پایبنده. یه درک درستی از حقوق شهروندی داره، به دیگران احترام میذاره در ارتباطات، تعاملها، همکنشیهایی که افراد با هم دارن، بسیار پایبنده به قانونه، قانون رو در عمل رعایت میکنه بدون اینکه نیازی به نظارت و بازرسی قانونی از جانب اتوریتهی که حکومت میکنه چنین به اصطلاح نظارتی رو اصلا نیاز داشته باشه، چون اعتقاد داره، باور داره به اینکه رعایت قانون رو انجام بده. نکته دیگه اینه که اهل گفتگوه، اهل همکنشیه، اهل همکاری و مشارکته و این صفاتی رو که ذکر کردم به عنوان مهارت به کار میگیره، نه اینکه من میدانم این مفهوم ها چیه، تعریفشو میدونم، معناشو میدونم، اینا مقدمات کاره. مهم اینه که شهروند خوب به طور، اگه بگیم تجربی بخوایم صحبت بکنیم، به طور اتوماتیک اصلا رفتارش، کردارش، البته خودآگاهانه، ولی بدون اینکه حالا بخواد تصمیم قبلی بگیره، اگر مثلا در خیابان به کسی تنه میزنه بلافاصله عذرخواهی میکنه. چرا؟ برای اینکه در ذهن او هست که باید به دیگران احترام گذاشت، دیگران رو نباید آزار داد. انسان فقط به خودش نباید نگاه بکنه، به اطرافش هم باید نگاه بکنه. این رو به زبان قدما میگن که ملکی ذهن میشه. مثلا کسی که رانندگی میکنه ابتدا باید حواسش جمع باشه که ترمز، کلاج برای مثلا عوض کردن دنده ها و این گاز دادن باید مثلا هر کدوم کجا و چگونه به کار بره، ولی وقتی که تکرار میشه به صورت مهارت ناخودآگاه در میاد. اشتباه هم نمی کنه، اگر حواسش رو جمع کنه درست رانندگی میکنه. شهروند خوب لازم نیست که مثلا لباس فضیلت به تنش بکنه بیاد اینجا در جمع شما و برای شما سخن زیبا بگه و بعدم بره. این تربیت حق محور و اخلاق محور در جان او نقش شده، شکل گرفته و جزء شخصیت او شده. وقتی میگیم که صفت هفتم صبر میکنه، سعیه صد داره، اهل تساهل و مداراست، باز به همین معناست، معنی به کارگیری مهارت هایی است که او آموخته. و هشتم احساس مسئولیت اجتماعی، غمگساری، کمک به هم نوع، فروتنی، نودوستی. ببینید اگر این ویژگی ها در شخصیت انسان متبلور بشه دیگه خود به خود نیازی نداره که آدم زحمت به خودش بده که با فضیلت با دیگران رفتار کنه. اصلا این رفتار یه رفتار طبیعی خواهد بود که البته با آموزش به دست آمده. نکته نهم، ویژگی نهم که یکی از مشکلات جامعه ایران هست و حتما شما تجربه های متفاوتی از این ویژگی دارید،
مسئله نظمه. نظم و ترتیب در انجام کارها، رعایت نظم و امنیت برای خود و برای دیگران. این مشکل در دانشگاه‌های ایران که شغل من هست، در دوره‌های مختلف، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری، همینطور نسل بعد نسل انتقال پیدا می‌کنه. مشکل بی‌نظمی، مشکل نداشتن برنامه مشخص، مشکل به تعویق انداختن کارها تا دقیقه 90، آشفتگی، سراسیمگی، به هم ریختگی، یه موزل عجیبیه که مثل یه چرخه و دور باطل همینطوری تکرار میشه. شهروند خوب منظمه، یعنی خودشو تربیت میکنه. کار آسانی هم نیست این تربیت کردن، اما انجام یافتنیه. ویژگی دهم، رقابت سالمه، نه مخرب. در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شهروند خوب فعاله، رقابت میکنه، ولی این رقابت، رقابت سالمه. 11، شهروند خوب کنشگره. این خیلی مسئله مهمیه. ببینید، انسان با فضیلت ممکنه که برای خودش یک حیات اخلاقی آرام بخش، پر از شهود، پر از زیبایی خلق بکنه، اما نتونه با دیگران همکنشی بکنه، همکاری بکنه، مشارکت بکنه، نتونه به اصطلاح تعامل بکنه با دیگران. اما شهروند خوب یک کنشگر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیه. نشانه شهروند خوب از جمله این است که نهاد مدنی تأسیس میکنه، چه در عرصه حقیقی، چه مجازی، چه هر دوی اینها که شما به حمدالله این کار رو انجام دادید. و ویژگی 12 یا آخرین ویژگی که من اینجا ذکر میکنم، پرهیز از هر گونه خشونت در کارزارها، کمپینها، در اعتراضات مدنی. یعنی اعتراضات و مبارزات و جنبشهای بدون خشونت، خروجی و برونداد شخصیت شهروندان خوبه. خب اینها در واقع ویژگی هاییست که به دست میاد. توی هر زمینه می شود برنامه ریزی کرد، می شود کار کرد، می شود خلاقیت به خرج داد. من حتی اعتقاد دارم که اینا بحثایی نیست که صرفا جنبه مثلا اجتماعی، فلسفی، تربیتی داشته باشه. می تونه در عالم هنر هم وارد بشه، می تونه در نقاشی، مجسمه سازی، فیلم سازی، سریال سازی و آواز و هنرهای دیگه هم به کار گرفته بشه که این شهروند خوب به اشکال مختلف تربیت بشه. حالا ممکنه که شما و ما از خودمون بپرسیم مثلا چه لزوم داره ما شهروند خوبی بشویم و چرا باید شهروند خوبی بشویم. اینجا دو مکتب اخلاقی رو سعی میکنم به شکل ساده معرفی کنم که به اعتقاد من هر کدوم از این دو مکتب میتونه مبنای تصمیم ما برای شهروند خوب شدن و تصمیم شما برای ترویج مفهوم شهروندی خوب تلقی بشه. اولین مبنا این است که من وظیفه‌گرا هستم. من اعتقاد دارم به اخلاق وظیفه‌گرایانه. من وظیفه دارم شهروند خوبی باشم. چرا؟ برای اینکه شهروند خوب فی نفسه دارای ارزشه. خوبه مثل راستگویی. اگه بپرسن که شما چرا راستگویی رو انتخاب کردیم، میگیم که خب برای اینکه کار خوبیه. میگن که خب چرا کار خوبی؟ میگیم که این اصلا فی نفسه، به خودی خود کار خوبی است و دروغگویی به خودی خود زشته. بنابراین فرد کنشگر اجتماعی میشه در جهت تربیت شهروند خوب
صرف نظر از اینکه چه سودی چه منفعتی برای شخص او و برای مخاطبین او در پی داره. میگه برای اینکه فی نفسه این کار خوبه، خوبه که آدم شهروند خوبی بشه و دیگران رو هم تربیت کنه به عنوان شهروند خوب. بنابراین این فلسفه اخلاق وظیفه گرا، دیانتولوژیکال اتیکس، فی نفسه افعال اخلاقی دارای ارزش ذاتیه. مکتب دوم هم به ما کمک میکنه. من فایده گرا هستم، یعنی دنبال جلب منفعتم و دفع ضرر. من فکر میکنم شهروند خوب بودن برای من سودمنده، به من اعتماد، به من در واقع اعتماد دیگران رو میتونم جلب بکنم، میتونم همکاری مفیدی بکنم، زندگی من رو بهتر میکنه، شغل و کار من و درآمد من رو افزایش میده. فایده گرا دنبال بیشترین منافع برای اکثریت مردمه و کمترین زیان برای اکثریت مردم. من باورم این است که نه تنها اخلاق وظیفه گرا بلکه اخلاق فایده گرا هم میتونه مفید باشه در این که ما رو بیاریم به سمت شهروندی خوب. شهروندی خوب سودمنده، مفیده و ما نفع میبریم. هیچ ایرادی نداره که از این رهگذر اخلاق فایده گرا، یوتیلیتاریانزم، ما وارد تربیت شهروند خوب بشویم. من در کنار این دوتا مکتب اخلاقی وظیفه گرایی و فایده گرایی میخوام به قانون زرین هم اشاره بکنم که برای همه ما آشناست، گولدن رول. با دیگران طوری رفتار کن که رضایت میدهی در همان موقعیت با تو رفتار شد. آنچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند، آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران هم مپسند. این قانون زرین سابقه خیلی کهنی داره، فقط عنوانهاشو اشاره میکنم خیلی کوتاه. شاید اولین نشانه های قاعده زرین به دین یهودیت برمیگرده. ربی هیلل از پیشوایان سده اول پیش از میلاد، یعنی مثلا 3500 سال قبل، ایشون این موضوع رو مطرح کرده در دیانت یهود. در مسیحیت، در انجیل متا و لوقا، منظورم عهد جدید، مطرح شده. در اسلام، در نامه‌ای که امام علی به امام حسن نوشته و در نهج البلاغه هم ذکر شده، این قاعده زرین توضیح داده شده، با مثال هم همراهه. در ایران در اشعار سعدی، در قسمت نصایحش یه دو بیتی هست که من قرائت میکنم در کلیات سعدی. من شنیدم ز پیر دانشمند، تو هم از من به یاد دارین پند. هرچه بر نفس خیش مپسندی، نیز بر نفس دیگری مپسند. من فکر میکنم این قاعده خیلی خیلی راحت، ساده فهم و با چند هزار سال سابقه حیات و زندگی داشته این گزاره و خیلی میتونه کمک بکنه برای تربیت شهروند خوب. شما وقتی نگاه میکنید به ناهنجاری های اجتماعی، میبینید که بسیاری از مشکلات، درگیری ها، قتل ها، اتفاقات بد، طلاق ها، فرار کودکان از منازل و مدارس، برمیگرده به این که چیزی به نام شهروند خوب در جامعه ایران متاسفانه غایبه. شما در هیچ کتاب درسی و
در هیچ متن دانشگاهی نمیتوانید عنوانی، فصلی، پاراگرافی درباره شهروند خوب پیدا کنید. از این جهته که این بحث تا اونجایی که اطلاعات بنده اجازه میده، جناب آقای صادقی اگر من خطا میکنم بعدا تصحیح بفرمایند، اولین باره که این بحث داره در ایران گوشه و کنار مطرح میشه، در حالی که ما اگر مفهوم شهروند خوب رو در مقایسه با انسان خوب بشناسیم و بررسی بکنیم، من اطمینان دارم که به تدریج این زمینه فراهم میشه که نظام آموزشی ایران، نظام تعلیم و تربیت ایران، کتاب‌های درسی، آموزش معلمان، نشریات کمک آموزشی، تربیتی که شما مربیان به کودکان میدید، همه باید بر محور شهروند خوب استوار بشه تا ما بتوانیم بسیاری از مشکلات جامعه رو خود افراد جامعه نگذارن که اتفاق بیفته. ببینید مفهوم شهروند خوب در این معنی بازدارنده است. اصلا مشکلی ایجاد نمیشه که دادگاه خانواده، نمیدونم مراکز بزهکاری کودکان گنجایشش کم باشه، نمیدونم بودجه بدین که افزایش بدیم. یعنی الان بدون اینکه مدل‌ها و ظرفیت‌های مفهومی رو کشور ما درست بشناسه، همش در پی حل مشکلات و مبارزه با معلول هاست، در حالی که علت ها رو پیدا نمی کنه یا در پی اون نیست، یا اینکه به نظرش کار سخت و دشوار یا مهملی میاد. بنابراین ما هستیم و این فرهنگی که در اختیار ماست. من اینجا بد نیست اشاره بکنم که خب در 1400 سالی که ما وارد دوره اسلامی در ایران شدیم، کدام اخلاق بیشتر از همه ترویج شده؟ به عبارت دیگه سیطره و استیلا با کدام مکتب اخلاقی بوده؟ با اخلاق فضیلتگرا بوده؟ با اخلاق وظیفه‌گرا بوده که تعریف کردیم؟ و یا با اخلاق فایده‌گرا؟ اخلاق فایده‌گرا رو که اصلا جز اخلاق نمیدونن، یعنی اصلا خلاف اخلاق، در حالی که یه مکتب اخلاقیه، انتقادم بهش وارده. مکتب وظیفه‌گرایی تا حدی شناخته شده است، ولی آثاری که در دوره اسلامی درباره اخلاق در ایران منتشر شده، به طور عمده این آثار مبتنی است بر اخلاق فضیلت‌گرایانه، یعنی همین اخلاقی که انسان خوب میخواد تربیت کنه، که کاری است که گفتیم بسیار سخت و دشواره. مثلا شما کتاب اخلاق ناصری رو از نظام الملک اگر چنانچه نگاه بکنید بر همین اساس نوشته شده، یا آثار دیگری که در دوره‌های مختلف، مثلا فرض کنید که امام محمد غزالی در قرن پنجم هجری کتاب کیمیای سعادت رو نوشته، کتاب دو جلدی است که در دسترس، و همه اینها در پی تربیت انسان خوب هست. و همینطور مثلا در دوره قاجار معراج و سعاده ملا احمد نراقی، اینا آثار ارزشمندیه ها، اینا آثار بسیار ارزشمندیه، ولی الان تربیت یک ملت چندین میلیونی نمیتونه جواب بده و پاسخ باشه. میخوام بگم مشکلی که ما داریم فقط این نیست که مفهوم شهروند خوب در ایران شناخته شده نیست، مشکل اینه که یک ادبیات ستبر 1400 ساله ما در اخلاق فضیلتگرا داریم، که اگر مثلا دو واحد درسی در دانشگاه هم به نام تربیت اسلامی یا اندیشه اسلامی یا امثال اینها تدریس بشه، یه بخشش باز اخلاق فضیلتگراست. مساجد، منابر، تلویزیون، نوت‌هایی که صورت می‌گیره، اگر دقت کرده باشین همه تعریف انسان فضیلت‌گرا و تربیت انسان خوبه، و ما می‌بینیم که جواب نمیده و
درست این مکتب نمیتونه شهروند سازی بکنه. ما نیاز داریم به اینکه شهروندان خوبی در زمان خودمون و در کشور خودمون و در وضعیت بحرانی که ما درش به سر میبریم داشته باشیم. کلام آخر من این است که ایران دیر یا زود این آگاهی براش حاصل خواهد شد که در برابر دو گزینه قرار داره، یکی تربیت انسان خوب و دیگری تربیت شهروند خوب. من پیشنهادم این بوده و هست که شعار تربیت شهروند خوب از کودکستان تا دانشگاه بایستی که در ایران دامن گستر بشه، از طریق فضای مجازی، از طریق جمع‌ها و به اصطلاح گرد همایی‌های از این دست که شما همت کردید و برگزار کردید. این راهی است که ما لاجرم اگر می‌خواهیم به توسعه برسیم، اگر می‌خواهیم به رفاه نسبی برسیم و به زندگی توأم با رضایت برسیم و با اعتماد در کنار هم دیگه زندگی بکنیم، ما به اون نیازمند هستیم. خب حالا برای رسیدن به این هدف چه باید بکنیم؟ از نظر مبنای تئوریک چیزهایی که من فکر کرده بودم و گفتم از کجاها برگرفتم با شما عزیزان در میون گذاشتم، ولی به نظرم میاد که اولین گام این است که ما این مفهوم رو هرچی بیشتر بشناسیم و بشناسانیم، مقالاتی بنویسیم، کتابهایی تعلیف کنیم، پیامهایی منتشر کنیم. یه وقتی به یکی از شخصیتهای خیلی خوب ایرانی که شهروند خوبم هست من گفتم که معمولا نداهایی که از دانشگاه ها و مراکز علمی برمیخیزه 10 سال طول میکشه تا به زبان سیاستمدارها جاری بشه. مخاطب دسته اول معمولا چند هزار نفره، اما مخاطب یک رئیس جمهور میلیون ها نفره. اگه یه شخصیت بزرگی مثل دکتر مصدق باشه یا مثل جناب آقای خاتمی باشه، همه دنیا این صداهای او رو میتوانن بشنون و بسیاری در دنیا صدای او رو میشنون. خب ولی بیمایه فطیره، یعنی از دانشگاه ها، از مراکز فکری، از فلسفه و تفلسف هست که این بحث ها آغاز میشه و در خوشبینانه ترین وضعیت بعد از 10 سال اگر به زبان سیاستمداران جاری بشه علامت چیه؟ علامت اینه که یه اراده سیاسی شکل گرفته برای اینکه یه کاری انجام بشود. این نیاز به کمپین داره، نیاز به کارزار داره، نیاز به تلاش داره تا ما بتوانیم به هدفی که داریم دست پیدا بکنیم. از حوصله و توجه و دقتی که فرمودید بسیار سپاسگزارم. من آماده هستم که از نظرات جناب آقای صادقی و خانم ها آقایان استفاده بکنم. اگر ایده‌ای دارن، نقدی دارن یا پرسشی یا نقطه نظری استفاده بکنم. انسان و شهروند تاثیرگذاری باشن. خواهیم که خدا میری و واقعا سوال شد که آیا شهروند مؤثر بودن مهمتر، حالا خصوصا برای من اگر بخوام در کنار کودکان باشم و کمکشون کنم که توی این موضوع روش کنن،
آیا شهروند موثر بودن بهتر و تاثیرگذارتر یا شهروند خوب بودن؟ چون من خودم دیدم هستن آدم هایی که خوبن ولی لزوما تاثیرگذار نیستن و این قراره که یه اتفاقی باشه که به شرف شهروند خوب بودن و اون اخلاقیاتی که شما گفتید. متشکرم. ببینید تاثیرگذاری اصلا هدفی است که در آموزش دنبال میشه و بتونیم تاثیر بگذاریم. بحث بر سر این بود که آیا میشود در تربیت انسان خوب بیشتر تاثیرگذار بود یا در تربیت شهروند خوب میشود بیشتر تاثیرگذار بود؟ اصل تاثیرگذاری مفروضه، یعنی ما خود به خود این رو از پیش پذیرفتیم. در واقع جواب این سوال رو من سعی کردم اینطوری بدم که شما انسان خوبم که تربیت بکنید، انسان با فضیلت، حتما تاثیرگذاری کرد. شهروند خوب هم تربیت بکنید، تاثیرگذاری کردید. دایره تاثیرگذاری برای تربیت شهروند خوب بسیار فراتر از تربیت انسان خوب است. وقتی که ما از تاثیرگذاری صحبت میکنیم یه ابهامی هم وجود داره و اونه که چه تاثیرگذاری میخواییم بکنیم؟ آیا واقعا تاثیرگذاری ما مثبت یا منفیه؟ درسته یا غلطه؟ عادلانه است یا غیر عادلانه است؟ اخلاقیه یا خلاف اخلاقه؟ توجه میکنیم؟ بنابراین تاثیرگذاری، نوع تاثیرگذاری اهمیت داره، دامنه تاثیرگذاری اهمیت داره که با این بحثی که من سعی کردم انجام بدم معتقدم که تاثیرگذاری برای تربیت شهروند خوب بسیار گسترده تر از تاثیرگذاری برای تربیت انسان خوبه. اگرچه شهروند خوب هم اولا و به ذات انسان دیگه، ما انسان خوب هم تربیت می‌کنیم، منتها اینجا شهروند و اصلی حقوق شهروندی نقش زیادی رو ایفا می‌کنه. من آزادیم تا آنجا هست، من حق دارم آزاد باشم، آزادی حقه. تا آنجا دامنی آزادی من گسترش پیدا میکنه که آزادی دیگران رو خدشدار نکنه و تجاوز به قلمرو و آزادی دیگران نکنه. ببینید این تعریف آزادی در واقع دو معنا داره. یه معنای حقوقی داره که ما باید حدود حقوق خودمون رو در نظر بگیریم، مبتنی بر قانون. قانون برای همین وضع میشه دیگه، که به حقوق دیگران تجاوز نکنیم و از حقوق خودمون بهره مند بشیم. بعد دیگری مطلب اخلاقی بودن این فعله، یعنی من نباید قلمرو به دیگران رو مورد تاخت و تاز قرار بدم و آزادی رو از دیگران سلب بکنم. این دو تا شاخه اخلاقی و حقوقی در شهروند خوبه که تجلی پیدا می‌کنه. یعنی نظر به این هستش که به خاطر دامنگستردگی که تربیت شهروند خوب داره ما میتونیم به یه انسان خوب هم برسیم. خود به خود شهروند خوب انسان خوبی هم هست، منتها برای تفکیک این که انسان خوب چیست، شهروند خوب چیست، در انسان خوب اخلاق فقط محور و ملاکه. ببینید وقتی شما انسان خوب و با فضیلتی باشین، خود به خود شما به حریم آزادی من دست اندازی نمی کنید. یعنی نتیجه انسان خوب بودن اینه که رفتار حقوقی میشه. خب اما در شهروند خوب هم تربیت حقوقی هست، هم خودآگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی هست، هم رویکردهای اخلاقی هست. این هست تفاوتش. توی تعریفی که فرمودین، شهروند خوب فرمودین که منفعل نیست و کنشگر. خب اگر شهروند خوب به این تعبیر حذف بشه از سیستم اجتماعی، یعنی بخواد که مسکوت بشه ایدئولوژیاش و تفکرش نسبت به آزادی، ناخودآگاه سیستمی که مخالف اون فکر میکنه این رو شهروند خوب اصلا تلقی نمیکنه و
افراد اینجوری مطرود میشن. اون چیزی که باقی میمونه یه تفکر نرمال از شهروند خوبه که زندگی ماشینی میکنه و به همون حقوقی که بهش میدن قانه. من میخوام بدونم که این مرز چیه؟ یعنی ما کجا باید با این قضیه روبرو بشیم؟ کجا شهروند خوب یه تعبیر اجتماعی داره؟ کجا برای خود فرد معنی پیدا میکنه؟ چون من فکر کنم اگه اون نگاه منفعل نباشه رو داشته باشیم، اون وقت تو خیلی از نظام‌های سیاسی از حالت کنشگری باید درش بیاریم. بله، بسیار سوال خوبیه. ببینید، اصولا نمیتونه مفهوم شهروند خوب سازگاری پیدا بکنه با انفعال. سازگاری پیدا بکنه با تسلیم، با انقیاد، با قیمومیت. اون یه اصطلاح دیگه داره که الان میگم. اون اینه که فرد تبعه است، سابجکت یعنی تبعه. در ادبیات دوری مشروطه و مثلا 70 سال پیش میگفتن رعیت. ببینید، شما موقعی از یه آدم منفعل به اصطلاح تسلیم منقاد یک قدرت استبدادی صحبت میکنید، دارید از رعیت صحبت میکنید، نه از شهروند. شهروند نمیتونه رعیت باشه. ما البته اول انسانیم، دوم تبعه یک کشوری، سوم شهروندی. هر تبعه شهروند نیست، ولی همه شهروندان تبعه هم هستند. بنابراین خیلی دقیق باشیم روی این اصطلاح شهروند خوب، چنانکه در تعریف گفته شد. اصلا شهروند کی پیدا شد این مفهوم؟ سیتیزن. موقعی این مفهوم پیدا شد که مسئله حقوق فردی و اجتماعی در مثلا قرن 18 با رفتن زنان به کارخانه ها مفهوم خودش رو پیدا کرد. زنان فاقد حق رأی بودن، نمیتونستن انتخاب بکنن، انتخاب بشن. چرا؟ برای اینکه دارایی و ثروت نداشتن. میگفتن باید انسان سرور خودش باشه که بتونه شهروند بشه. رعیت بودن، تبعه بودن. وقتی به کارخانه رفتن و درآمدهایی کسب کردن، طبیعی است که این امکان فراهم شد که به عنوان شهروند به رسمیت شناخته بشن و تبدیل شدن به شهروند فعال. اگرچه هنوز شهروند دو دسته شد در قرن 18، شهروند فعال و شهروند منفعل. کانت زنان رو شهروند منفعل میدونه. چرا؟ که دارای ثروت و تمکن و مالکیت نیست. موقعی که دارای ثروت شد، اون موقع میتونه شهروندی باشه که انتخاب بکنه و انتخاب بشه. پس تبعه منفعل یک مفهومه و شهروند خوب مفهومی است که خود به خود فعال، خودآگاهی نسبت به حقوق خودش داره، میتونه کنشگری بکنه و این یه پروسه تربیتی و آموزشی و پرورشی بسیار دقیقی رو طلب میکنه که با یک کتاب درسی و دو واحد درسی حاصل نمیشه. تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید دست به دست هم بدن، چند دهه بگذره تا ما بتوانیم از در ایران درباره شهروند خوب صحبت بکنیم. و این شهروند خوب دیگه در کوچه و خیابان و میدان و کارخانه و دانشگاه و بیمارستان و عرض کنم که مدرسه خودشون نشون بده. من زمینا خواهش میکنم از خانم صادقی که سقف وقت رو هم بفرمایند. من البته در خدمتتون هستم، اگر سوالاتی باشه ادامه بدیم، ولی برنامه شما رو من مختل نکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اگر سوال بفرمایید. و هر کدوم از ما الان طوری بزرگ شدیم که انسان خوب دوربرمون احتمالا خیلی زیاد بوده، ولی خب با اون مفهوم شهروند خوبی که شما فرمودید شاید خیلی همون قلیله باشیم، چون ندیدیم و تأثیری روی ما نذاشتن. درسته که فرصه خیلی طولانی میبره، ولی خب ما هر کدوم الان نقطه شروعیم و من خیلی دلم میخواد شما بتونید راهنماییمون کنید که
که برای آموزش ما چکار کنیم. به هر حال ما نمی‌تونیم صبر کنیم تا 10 سال دیگه تا که برسه این فراینده. به هر حال باید یه دهی از الان شروع بشن که همین بچه‌هایی که 10 15 سال دیگه میرسن اینا بتونن که بیشتر کنن. بله من البته توجه دارم به این که برنامه ها یک وقتی در عرصه عمومی شکل میگیره و یک موقعی هست که تبدیل میشه به سیاست گذاری های حکومتی و ملی. اون چه که من اشاره کردم 10 سال به دومی مربوط میشه، یعنی حاکمیت یک کشوری بپذیره که باید نظام تعلیم و تربیت خودش رو از کودکستان تا دانشگاه بر محور شهروند خوب تنظیم بکنه. یعنی هر چی ما میآموزیم ولی غیر از تخصص‌ها از نظر تربیت انسانی و شب اصطلاح مدنی، این بیاد در چارچوب شهروند خوب. اگه بگه من شهروند خوب تربیت کردم در این 10 سال 20 سال 30 سال آموزش، ما میگیم شما برنده هستید. اما در عرصه عمومی کاملا موافقم که ما باید این فرایند رو شروع بکنیم. نیاز به این هست که ادبیاتی در این زمینه انجام بشه، به صورت مقالات، کتاب‌ها، ترجمه‌ها در بیاد و این یه تلاش برنامه‌ریزی شده علمی رو طلب می‌کنه در هر نهادی به اندازه توانی که اون نهاد داره میتونه برنامه‌ریزی بشه، برنامه‌ریزی 6 ماهه 1 ساله. و این موضوع در زمینه‌های مختلف به شکل کاربردی در بیاد و عرضه بشه و ارائه بشه و با رفتارهای به اصطلاح جمعی ما این رو بتونیم مجسم بکنیم. من مثال میزنم، مثلا در تهران خودمون سالها در دوره‌های لیسانس کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا که من تدریس میکردم و میکنم، صندلی ها در کلاس همینطوری پشت سر هم چیده شده مقابل تریبون استاد. مثال خیلی ساده دیگه. از حدود 15 سال قبل من هر وقت وارد کلاس میشدم میدیدم که اینطوری صندلی ها چیده شده، میگفتم صندلی ها رو به شکل دایره در بیارید. و گاهی دانشجوها مجبور می‌شدن هر هفته که ما کلاس داریم ترتیب صندلی‌ها رو به شکل دایره در بیارن، از این حالتی که پشت سر هم می‌شد. حتی دوره دکتری این وضعیت رو ما شاهد بودیم و هستیم. خب معنی این رفتار چیه؟ باید شما بتونید وقتی گفتگو می‌کنید افراد رو ببینید، باشون هم کلام بشید، هم سخن بشید. قرار نیست که مجلس سخنرانی باشه. این پیش‌فرض اینه که مجلس سخنرانی کلاس دیگه، یه نفر اونجا وای میسه 1 ساعت صحبت میکنه، بقیه جزوه و یادداشت می‌نویسن یا ضبط میکنن، بعد پاشن میرن. این تربیت، این شهروند خوب نمیتونه اصلا تحمل همچین کلاسی رو یا همچین فرمی از نشستن رو بکنه. این است که من فکر میکنم در خیلی از زمینه‌ها، مثلا در مورد بچه‌ها، شاید شما در فیلم‌ها دیده باشه، شاید هم خودتون اجرا بکنید، من بی اطلاعم. وقتی میخوام مثلا قصه برای بچه‌ها بگم، بچه‌ها رو پشت سر هم نمی‌نشونن، یعنی به شکل دایره‌وار می‌نشونن و بچه‌ها رفتار و طرز قصه‌گویی و ادای کلمات و حالت‌های فیزیکی قصه‌گو رو می‌بینن، حس می‌کنن، می‌شنون و به همدیگه هم نگاه میکنن. یعنی فقط فرد قصه گو رو نمیبینه، یعنی شنونده های همتراز خودش رو هم میبینه. ببینید اینا مدل هایی است که خود به خود ما رو میبره به سمت یک روانشناسی تربیتی متفاوت. روانشناسی تربیتی موجود اینه که از در که میخوان برن بیرون گاهی 1 دقیقه مکس میشه که چی نفر اول بره بیرون، که نفر دوم بیره بیرون. سوار اتوبوس که میخوان بشن، از روی سر هم دیگه مثلا سوار میشن میرن داخل. یعنی خیلی رفتارهایی که شما در مترو میبینید، در نمیدونم بازار میبینید، در خیابان میبینید، اینا و استکاک ایجاد میکنه، تصادم ایجاد میکنه. خب میتونه ایجاد نکنه، میتونه اتفاقا اصلا شهروند خوب همیناست، چیز عجیب غریبی نیست. پشوانش ارسطوئه، پشوانش
2000 سال 3000 سال فکره، اما مدل ها رو شما هستید که خلق میکنید، شما هستید که میگید مثلا من میخوام 5 تا مدل خلق بکنم که تکیه داشته باشه بر فلسفه تربیت شهروند خوب. خیلی لطف کردیم تشریف آوردیم. ما قبل از اینکه شما برسید مروری روی وبسایتتون داشتیم. خواهش می‌کنم. بچه‌ها خوشحال باشن از اینکه اومدین با من لطف کردیم و ممنون. ان شاءالله بازم در خدمتتون باشیم در دوران. خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. من البته یه فصلی از کتاب خرد سیاسی رو اختصاص دادم به شهروند خوب و انسان خوب، این رو میدم خدمت شما. اون فصل البته خیلی طولانی نیست، ولی شاید مثلا یه مقدمه‌ای باشه برای اینکه این بحث رو تشکیلات شما بتونه ادامه بده، دنبال بکنه. من خیلی خوشحال میشم که به شکل مکتوب هم اگر نکاتی و مدل‌هایی رو شما با مهارت‌هایی که دارید این مدل‌ها رو می توانید ارائه بکنید استفاده بکنم و میتونه تبدیل بشه به یه مثلا کارگروه، یه کار جمعی که ما احیانا بتوانیم در یه فرصتهایی با هم انجام بدیم و برسیم به این نقطه که آغاز یک روشنگری راجع به مسئله شهروند خوب باشه. خیلی متشکرم.